به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنم خدمت یکایک که شما شاگردان خوب و عزیز امیدوار هستم که همه شما خوب و صحتمند باشین با یکی دیگر از درسهای بیولوژی صنف نهم در خدمت شما هستیم و امروز می با هم یک موضوع جدید به نام دریچه های قلب را با هم دیگر بخوانیم و یاد بگیریم ما در درس های گذشته در مورد یکی از اعضای بسیار مهم سیستم دوران خون به نام قلب خواندیم و امروز می در مورد بسیاری از حرکات و قسمت های داخلی قلب با هم دیگر بخوانیم و آشنا شویم. اولین موضوعی که در مورد قلب می در موردش امروز صحبت کنیم درباره حرکاتی هست که قلب انجام می قلب دارای حرکات انقباز و انبساط است. منظورمان از حرکات انقباض و انبساط ای هست که زمانی که قلب میخواه خون را به تمام قسمت های بدن برسانه یک تعداد حرکاتی را انجام میده مثل که انقباض پیدا میکنه اندازه او یا همون اندازه دریچه های او کاهش پیدا میکنه خرد میشه و یا انبساط پیدا میکنه و کلان میشه یعنی همون کلان شدن و خرد شدن دروازه ها و دیواره های قلب خب نکته بعدی یا موضوع بعدی در موردی است که قلب برای اینکه وظیفه خود را یعنی پمپ خون که ما میدانیم یکی از وظایف بسیار اساسی قلب پمپ کردن خون یا رساندن خون است را درست انجام دهد نیاز به دریچه هایی دارد که باز و بسته شدن آن باعث انتقال خون شود خب وقتی که قلب بخوای خون را پمپ کنه یا همون وظیفه خود را به شکل درست انجام بده نیاز به یک ساختمان هایی داره به نام دریچه ها. که این دریچه ها زمانی که باز میشن یا بسته میشن باعث میشه که خون جریان پیدا کنه یا انتقال کنه انبسات باعث ورود خون به قلب میشه یعنی وقتی که همین دریچه های قلب کلان میشه، باز میشه یا انبساط میکنه خون وارد قلب میشه یا خون حرکت میکنه بعد از اون انقبازش یا همون بسته شدن قلب باعث از این میشه که خونی که وارد قلب شده یا هم خونی که ما قبلا گفتیم یک تعداد از رک ما از سر تا سر بدن او را جمع آوری کردن و وارد قلب کردن انقبازش یا بسته شدن او دریچه ها باعث میشه که خونی که وارد قلب شده دوباره نتونه برگرده خب پس ای بود از حرکاتی که قلب انجام میداد که این هم یک شکلی هست که ما در اصل قلب را در بدن میبینیم و ای که یک قلبی هست که در حال پمپ کردن خون یا همو انتقال دادن خون است. خب، حالا میاییم در مورد دریچه های قلب. قلب انسان چهار دریچه داره. یعنی چهار دریچه در اطراف قلب انسان ها وجود داره. که دو دریچه آن در بین دهلیز و بطن که ما دهلیز و بطن در درس های گذشته خواندیم. گفتیم ساختمان هایی هستند که در قسمت های بالایی و پایینی در قسمت چپ و راست قلب یعنی در هر قسمتی از قلب این ساختمان ها وجود دارند که دو تا از دریچه های بدن ما در بین دهلیز و بطن و دو دریچه دیگرش در بین بطن و شریان قرار دارند یعنی دو دریچهش بین دهلیز ها و بطن ها و دو دریچه باقی بین بطن و شریان که یکی از رگهای خون ما بود قرار دارند یا واقع شدن و حرکت خون توسط باز و بسته شدن دریچه ها کنترل میشن پس این نشان میده که وظیفه اساسی و اصلی دریچه ها ای هست که حرکت خون را کنترل کنند که چه زمانی خون جریان پیدا کنه چه زمانی وارد قلب شود و چه زمانی که داخل قلب شد دیگه نتونه از قلب خارج شود تمام این حرکت ها و جریان پیدا کردن خون توسط باز و بسته شدن دریچه ها کنترل میشن یا مدیریت میشن در اثر جریان خون دریچه ها باز میشن وقتی که خون آماده رساندن به قسمت های بدن شد خون پاک ساخته شد اکسیژن در خون جذب شد خون آماده جریان پیدا کردن یا حرکت کردن میشه و زمانی که خون جریان پیدا کرد به همین دریچه ها یک نوع فشار روارد میکنه و باعث میشه که او دریچه ها باز شوند و خون جریان پیدا کنه. که همینطور باز هم در اینجا تکرار آمده که دریچه ها وقتی که در یک قسمتی از قلب وجود داشته باشن باعث میشن که خون دوباره به محیط قبلی خود برگشت نکنه یعنی وقتی یک بار خون حرکت کرد اینها بسته میشن و مانع این میشن که خون دوباره به محیط قبلی خود برگشت کنه در ادامه ما در مورد انواع دریچه های قلب میخوانیم دریچه های قلب همونطور که ما گفتیم چهار نوع یا چهار دریچه در قلب ما وجود داشتن که به صورت عموم با سه نام یاد میشن یا با سه شکل وجود دارن یک نوع او دریچه دو ای هست دریچه دو ای در بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره یعنی دریچه دو ما در بین دهلیز چپ که در قسمت بالایی قلب قرار داره و در بین بطن چپ که در پایین قلب قرار داره وجود داره یعنی در این ناحیه دهلیز چپمان در قسمت در بین دهلیز چپمان و بطن چپمان یک دریچه وجود داره به نام دریچه دو پله نوع دومش به نام دریچه سه یاد میشه دریچه سه در ای در کجاست این دریچه در بین دهلیز راست و بطن راست است یعنی در این قسمت از قلبمان در بین دهلیز راست و در بین بطن راست یعنی در این ناحیه که او را به نام دریچه تریکوسپیت هم یاد میکنن. یا همون دریچه سپلهی دریچه سوم یا ناو، سوم از دریچه ها به نام دریچه شریان ریوی یاد میشن که دریچه شریان ریوی بین بطن راست یعنی بین بطن راست که در این ناحیه قرار داره و بین شریان ریوی قرار داره که شریان ریوی هم معمولا در قسمت های وسطی قلبمان قرار داره معمولا دریچه شریان ریوی مربوط به این ناحیه هست که تمام این دریچه ها باز و بسته شدنشان جریان پیدا کردن خون را کنترل میکنن مثلا زمانی که همین دریچه تریکوسپید یا همون دریچه سپلایی باز شد خون در بین دهلیز راست و بطن راست جریان پیدا میکنه وقتی که بسته شد مانع از این میشه که خونی که وارد بطن راست شده دوباره به دهلیز راست برگرده و دریچه های دیگر هم به همین شکل عمل میکنن و وقتی که از یک دهلیز خون وارد بطن شد دوباره او دریچه که در بینشان وجود داره بسته میشه و اجازه نمیشه که دوباره خون به محیط قبلی خود برگرده خب عنوان بعدی در مورد رگ قلب است رگ قلب میایم میبینیم که در او کدام موضوعات را ما باید یاد بگیریم قلب ما یک تعداد رگهایی هایی داره که اونها هم وظیفه انتقال دادن خون را دارا هستند قلب خون را به تمام قسمت های بدن پمپ میکنه خب یکی از وظایف اساسی قلب هست که ما او را بارها در فصل با همدیگر دیگر خواندیم و یاد گرفتیم که قلب ما یک عضوی از سیستم دوران خون هست که وظیفه اصلیش این است که خون را از طریق همین رک هایی که در او وجود داره یا از طریق ساختمان مثل دهلیز ها و بطن ها که در درس های گذشته خواندیم خون را به تمام بدنمان انتقال میده یا به تمام بدن پمپ می‌کنه. حجرات قلب حجرات قلب خون را از طریق شریان اکلیلی به بدن انتقال میتن. حجراتی که در قلبمان وجود داره یا همون ساختمان هایی که در قلبمان وجود داره خون را از طریق شریان اکلیلی که یک نوع از شریان هایی هست که در بدن ما و در نزدیک قلب وجود داره او را به بدن انتقال میتن. که قلب خون را از طریق رک های بسیار زیادی که در وجود وجود داره انتقال میده یکی از اون رک یا یکی از اون شریان ها به نام شریان اکلیلی یاد میشه که او هم وظیفش در انتقال دادن خون به بدن هست حجرات قلب از طریق شریان ها مواد غذایی را جذب می‌کنند. مجرد که در قلب ما وجود داره مواد غذایی را هم جذب میکنن از کدام طریق از طریق شرایین یا همو شریان ها که ما گفتیم رگ خون که یک نوع او شرایین هست وظیفه ای را هم دارن که مواد غذایی که از طریق سیستم هاضمه وارد بدن شدن او را هم جذب کنن و به بدن انتقال بدن پس شرایین یک وظیفه دیگرشان جذب مواد غذایی هست نکته بعدی در مورد ورید ریوی هست ورید ریوی که او هم یک نوع دیگر از رک های قلب هست، مواد اضافی و کاربون دایوکساید را از بدن جمع آوری می کنند. اگر یادتان باشه ما در درس های گذشته آمدیم در مورد یکی دیگر از وظایف رک ها با هم دیگر گب زدیم و یاد گرفتیم که رک های قلب یا رکهایی که در بدنمان وجود دارند بر علاوه ای که مواد غذایی مفید را جذب می کنن و به بدن می رسانن، یک تعداد مواد اضافی یا کاربون اکسیدی که باید از بدن خارج شود او را هم جمع آوری کنند یا جذب کنند و او را آهسته آهسته از بدن خارج کنند. پس رگ هایی که در قلبمان وجود دارن هم وظیفه رساندن خون را دارن مثل رگ مانند شریان اکلیلی هم وظیفه جذب کردن مواد غذایی را دارن و هم وظیفه جمع آوری مواد اضافی و کاربون را دارن مثل ورید ریوی خب در این هم ما انواع رگ خون را میبینیم که میبینیم یکی از رگ که از قلب هم خارج شده در از همون شریان ها هست که در داخل او همو کرویات سرخ جریان داره و خون هم در او جریان داره و پلاسما یا همو قسمت های زرد رنگ یا جامد مانند خون هم در این رگ جریان دارن و این رگ خون که هم شریان ها هست هم ورید هست اینها در تمام قسمت های بدن جریان پیدا کردن اینها از قلب خون را به دست آوردن یا همون خونی که در داخل قلب ساخته شد پمپ شد و اکسیژن به همراه او ترکیب شد از طریق شریان ها انتقال داده شد به بدن و از طریق ورید ها همون مواد اضافی یا کاربون دایوکسایدی که گفتیم او هم جمع آوری میشه و از بدن خارج میشه و در قسمت ادامه شریان ها می یک تعداد رگ های کوچکتری هم ساخته شدن که این رک‌ها ها قبلا هم گفتیم به نام موی ها یاد میشدند که موی ها هم در جذب مواد غذایی و جذب اکسیژن نقش داشتن خب بعد از اون می‌آییم در مورد یک تعداد از وظایف رگ قلب با همدیگر دیگر رکهای قلب نقش مهمی در سلامتی دارن خب این بسیار واضح است که وقتی رکهای قلبمان مواد غذایی را جذب میکنن در زنده ماندن یک موجود زنده هم بسیار نقش مهمی دارن وقتی که اون مواد غذایی از طریق رکهای قلب جذب شد و به بدن انتقال داده شد بدن و اعضای مختلفمان از او مواد غذایی تغذیه میکنن و در سلامتی و حفظ و رشد یک موجود زنده و انسان ها هم نقش مهمی دارن رک های قلب به دو شکل هستند یک تعداد از اون رک ها از نظر شکل و جسامت بزرگ هستند که اون رک های بزرگ در اصل خون را به اعضای بدن انتقال می دهند مثل که قبلا هم در مورد وظیفه رک های خون گفتیم که خون را به بدن منتقل می کنن. و یک تعداد رک های دیگر از نظر ساختمان ممکن است کوچکتر باشند که اونها وظیفه ای را دارند که غذا و اکسیژن را انتقال بدهند. یعنی اونها خون را هم انتقال میتن اما در کنارش همون مواد غذایی که جذب شد یا اکسیژنی که وارد بدن شد او را هم انتقال میتن. در این شکل ما قسمت های مختلف قلب را میبینیم منظور از سرخ ها در اصل همو شریان ها هستند که به یک زبان دیگر یا نام های دیگرشان به نام سرخرک هم یاد میشن به دلیل همون که رنگشان سرخ است در اینجا ما انواع سرخرک ها یا همون شریان ها رو میبینیم قسمت های دیگری از قلب که قبل هم خواندیم به نام دهلیز ها که میبینیم دهلیز چپ، دهلیز راست یا بطن چپ و بطن راست یا بزرگ سیاه رک یا منظور از سیاه همون همو ورید ها هستن که ما گفتیم این رک ها یا وریدها ها هم میتونن خرد باشن هم بزرگ باشن که این قسمت های داخلی ها یک قلب را در این تصویر ما با هم دیگر میبینیم و همچنین که ما گفتیم در بین تمام این ساختمان ها مثل دهلیزها و رک ها دریچه های هم وجود دارن که تمام این دریچه هایی که در بین شریان ها و دهلیزها قرار دارند اینها در انتقال دادن خون نقش بسیار مهمی را دارا هستند. خب این بود تمام موضوعاتی که در مورد رک های قلب با هم دیگر خواندیم و همچنین در مورد دریچه های قلب ما امروز در مورد یک ساختمان مهمی از قلب به نام دریچه های قلب خواندیم گفتیم دریچه های قلب در جریان یا انتقال دادن خون نقش اساسی دارن که انتقال دادن خون منظورمان ما ای هست که وقتی که خون میخوای انتقال پیدا کنه یا جریان پیدا کنه در اصل با باز و بسته شدن ای دریچه ها خون جریان پیدا میکنه خب وقتی که ای دریچه ها باز و بسته شد یعنی پس حرکاتشان شامل باز و بسته شدن یا همو حرکات دیگری که گفتیم به نام انقباز و انبساط قلب بود وقتی که قلب ما انقباز پیدا می کنن. یا انبساط پیدا می کنن م... که منظور ما من همو کلان شدن و خرد شدن دریچه ها و دروازه های قلب بود خب وقتی که انقباز پیدا کرد یعنی مثلا اندازه دریچه های قلب کوچک شد بسته شد باعث میشه که خون دیگه انتقال نکنه یا حرکت نکنه و یا برعکس وقتی که انبساط پیدا کرد یا همون دریچه های قلبمان باز شد در اصل باعث میشه که خون حرکت کنه یا جریان پیدا کنه پس یکی از وظایف بسیار اساسی دریچه های قلب در این هست که خون را انتقال میتن یا انتقال دادن خون را کنترل میکنن خب ای بود درس امروزمان که در مورد قسمت های بسیار اساسی از قلب به نام دریچه های قلب و های قلب با همدیگر خواندیم. امیدوارم هم درس را یاد گرفته باشین تا روز آینده و درس بعدی خدا حافظ و نگهدارتان.